در یک آن اهالی ماکوندو صورتک ها را از چهره برداشتند تا آن موجودی را که تاجی از زمرد به سر و شنلی از پوست قاقم بر دوش داشت و زیباییش چشم را خیره می کرد بهتر ببینند. چون این به نظر می رسید که آن زن فقط ملکه‌ای از پولک و کاغذ رنگی نیست، بلکه واقعا قدرت قانونی دارد. عده‌ای هم که به اندازه کافی از جادوگری سررشته داشتند مشکوک شدند که مبادا کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد. آرلیانوی دوم بلافاصله بر حیرت خود چیره شد و تازه واردین را میهمانانی عالی قدر اعلام داشت و با عقلی همانند حضرت سلیمان ملکه از ره رسیده را در کنار رمدیوس خوشکله روی ایوان نشاند. آن بیگانگان که لباس صحرانشینان به تن داشتند تا نیمه شب در سرور و شادی شرکت کردند و حتی با آتشبازی و عملیات آکروباسی که یادآور هنر کولی ها بود به زیبایی کارنوال افزودند. ناگهان در بخبوهه جشن یک نفر آن توازن دقیق را در هم آشفت و فریاد کشید: زنده باد حزب آزادی خواه، زنده باد سرهنگ آرلیانو بواندیا. به دنبال این شعار صدای شلیک سلاح‌ها درخشش آتشبازی را در خود پوشاند و فریادهای وحشت‌زده صدای موسیقی را خفه کرد. سرور و شادی به وحشت و هراس تبدیل شد. تا سالهای بعد هم عده‌ای به اصرار می‌گفتند که گارد سلطنتی ملکه از ره رسیده گروهانی از ارتش ثابت بودند که در زیر خرقه‌های زیبای اسپانیولی خود تفنگ پنهان کرده بودند. دولت چنین اتهامی را با یک بیانیه فوق‌العاده انکار کرد و وعده داد که درباره آن واقعه خونین به درستی بازجویی و رسیدگی به عمل آورد. حقیقت هرگز فاش نشد و مردم به این نتیجه رسیدند که همراهان ملکه از ره رسیده بدون هیچ گونه محرک و صرفاً با علامتی از جانب فرمانده خود بدون ترحم به روی جمعیت شلیک کرده بودند. وقتی آرامش بار دیگر برقرار شد، صحرانشینان قلابی ناپدید شده بودند. در میدان شهر بین کشته شدگان و زخمی‌ها 9 دلقک، 4 نفر با لباس محلی کلمبیایی، 17 سرباز خشت، 1 جوکر، 3 نوازنده، 2 نماینده مجلس اشراف فرانسه و 3 ملکه ژاپنی افتاده بودند. در آن هرج و مرج و ازدحام خود آکاردیوی دوم موفق شد رمدیوس خوشکله را نجات دهد و آرلیانوی دوم ملکه از ره رسیده را که لباسش پاره و شنل قاقمش به خون آغشته بود به روی دست به خانه خود برد. اسمش فرناندا کارپیو بود. او را از بین 5000 زن به عنوان زیباترین دختر کشور انتخاب کرده بودند و با بعده این که او را به عنوان ملکه مادگاسکار انتخاب خواهند کرد به ماکوندو آورده بودند. اورسولا مثل دختر خودش از او مواظبت کرد. اهل شهر به جای اینکه به بیگناهی او شک ببرند به حالش دل می‌سوختند. 6 ماه پس از آن قتل عام، پس از آن که زخمی‌ها معالجه شدند و آخرین دسته‌های گل روی قبر همگانی پشمرد، آرلیانوی دوم به دنبال فرناندا به شهر دوردستی که او با پدرش در آنجا زندگی می‌کرد رفت و در ماکوندو طی جشنی که 20 روز ادامه یافت با او ازدواج کرد. صفحه 179. هنوز 2 ماه از این زناشویی نگذشته، نزدیک بود زندگیشان به هم بخورد. چون آرلیانوی دوم برای تسلای خاطر پتراکوتس داده بود از او در لباس ملکه ماداگاسکار عکس برداشته بودند. وقتی فرناندا از این جریان باخبر شد، صندوق‌های جهیزه خود را بار دیگر بست و بدون اینکه با کسی خداحافظی کند، ماکوندو را ترک گفت. آرلیانوی دوم در جاده باتلاق به او رسید و پس از التماس و قول و قرار و وعده‌های فراوان او را به خانه برگرداند و از معشوقه خود دست کشید. پتراکوت که از قدرت خود آگاه بود، هیچ گونه واکنشی از نگرانی خود بروز نداد. او از آرلیانوی دوم یک مرد ساخته بود. وقتی هنوز پسر بچه‌ای بیش نبود و خیالات عجیب و غریبی در سر می‌پرورانید و هیچ گونه تماسی با جهان واقعی نداشت، او را از اتاق ملکیادس بیرون کشیده بود و در مقابل جهان واقع قرار داده بود. طبیعت او را جدی و متفکر و گوشه‌گیر آفریده بود و پتراکوتس درست اخلاقی متضاد در او دمیده بود. زنده‌دلی و لذت طلبی و بلخرجی و عیش و عشرت را در او تزریق کرد تا سرانجام توانست او را به مردی تبدیل کند که خود از زمان بلوغ آرزویش را داشت. آرلیانوی دوم وقتی که بالاخره مثل همه مردم عروسی کرد، جرأت نکرد خبر عروسی خود را به پتراکوتس بدهد. رفتاری بچگانه در پیش گرفت
به کینه های ساختگی و رنجش های خیالی تظاهر می کرد تا هر طور شده پتراکوت را به قطع رابطه وادار کند. یک روز که آرلیانوی دوم ناحق و ناروا او را به خاطر چیزی سرزنش کرد، او اختیار از کف داد و حقیقت را در روی او باز گفت. معنی تمام این کارها این است که تو می خواهی با ملکه ازدواج کنی. آرلیانوی دوم از خجالت سرخ شد و وانمود کرد که سخت عصبانی شده است. گفت که او اصلا حرفایش را عوضی می فهمد و دیگر به ملاقات او نرفت. پتراکوت بیان که لحظه ای در حالت جانور وحشی خفته خود تغییری بدهد، به صدای موسیقی و ترقه های آتشبازی مجلس عروسی او گوش داد، گویی آن همه سر و صدا نیز یکی از شیطنت های آرلیانوی دوم بود. در جواب کسانی که نسبت به سرنوشت او ابراز تأثیر می کردند، لبخند زنان می گفت غصه نخورید، ملکه ها کلفتی مرا می کنند. به یکی از همسایگانش که برای او شمع‌های مقدس آورده بود تا در مقابل عکس معشوق از دست رفته خود روشن کند، با اطمینان خاطر گفت تنها شمعی که او را به نزد من برخواهد گرداند همیشه روشن است. همانطور که پیش بینی می‌کرد، آرلیانوی دوم همین که ماه عسل خود را گذراند به خانه او برگشت و دوستان همیشگی را به اضافه یک عکاس دورگرد و لباس و شنل پوست قاقم خونالودی که فرناندا در شب کارناوال به دوش انداخته بود همراه برد. در بهبویه سرور و شادیان شب لباس ملکه را به پتراکوتس پوشاند و به عنوان ملکه مطلق ماداگاسکار تاج بر سرش گذاشت. چند نسخه از عکس‌ها را نیز به دوستان خود داد. پتراکوتس نه تنها به این بازی تسلیم شد، بلکه به این خیال که او حتما از پشیمانی به این گونه وسایل آشتی متوسل شده در ته دل دل سوخت. ساعت 7 شب در حالی که هنوز لباس ملکه را به تن داشت، او را در بستر خود پذیرفت. هنوز 2 ماه از عروسی آرلیانوی دوم نگذشته بود، ولی پتراکوتس بلافاصله متوجه شد که زندگی او در بستر زناشویی چندان رضایت بخش نیست و با لذتی شیرین احساس کرد که انتقام خود را از آن زن کشیده است. با این حال وقتی 2 روز بعد آرلیانوی دوم جرأت نکرد به نزدیک او بازگردد و قاصدی فرستاد تا ترتیب مقدمات جدایی را بدهد، فهمید که بیش از آنچه میپنداشته است باید صبر و تحمل داشته باشد. چون به نظر می‌رسید که آرلیانوی دوم به خاطر حفظ ظاهر هم که شده حاضر است خود را فدا کند. این بار هم خونسردی خود را از دست نداد و مجدداً با حالت تسلیم و رضایی که عقیده عمومی را نسبت به بدبخت بودن او تأیید می‌کرد، کارها را آسان‌تر ساخت. تنها یادگاری که از آرلیانوی دوم نزد خود نگاه داشت یک جفت چکمه ورنی بود که آرلیانوی دوم آرزو داشت وقتی در تابوتش می‌گذارند به پایش کند. چکمه‌ها را در پارچه‌ای پیچید و در ته صندوق گذاشت و خود را برای انتظاری مأیوسانه آماده ساخت. به خود گفت دیر یا زود، ولو به خاطر پوشیدن این چکمه‌ها هم شده، باید برگردد. برخلاف تصور انتظارش چندان نپایید. در حقیقت آرلیانوی دوم از اولین شب ازدواج خود متوجه شده بود که خیلی زودتر از موقعی که باید چکمه‌های ورنی را بپا کند با آغوش پتراکوتس برخواهد گشت. فرناندا زنی بود که در جهان گم شده بود. در 1000 کیلومتری دریا به دنیا آمده بود و در شهر غم‌انگیزی که هنوز صدای عبور پرهیاهوی کالسکه‌های نایب الدوله‌ها از روی سنگ فرش خیابان‌های آن در کابوس‌هایش به گوش می‌رسید بزرگ شده بود. ساعت 6 عصر 32 ناقوس مرگ به صدا در می آمد. در خانه اربابی آنها که با سنگهایی همانند سنگ قبر نماچینی شده بود، هرگز نور آفتاب دیده نمی شد. هوا در درختان سر و باغ، در اساسیه رنگ پریده اتاق خوابها و در اتاقهای عرق کرده باغهای گل مریم مرده بود. تنها اطلاعی که فرناندا تا سن بلوغ از دنیای خارج داشت، نوت‌های غم‌انگیز پیانو بود که یکی از همسایه‌ها سالهای سال هر روز بعد از ظهر به او می آموخت. در اتاق مادر بیمارش سبز و زرد زیر نور گرد و خاک‌آلوده شیشه های پنجره به گام های یک نواخت و مصر و سنگدل موسیقی گوش می داد و فکر می کرد که در همان حال که موسیقی در جهان وجود دارد، او در آنجا نشسته است و وجودش در ساختن حلقه های گل سوگواری تحلیل می رود. مادرش که از تب 5 بعد از ظهر خیس عرق می شد، از زیبایی و جلال گذشته برایش تعریف می کرد. وقتی فرناندا هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود، در یک شب مهتابی زن بسیار زیبایی دید که لباسی به تن داشت و از باغ به سمت نمازخانه می رفت.
آنچه او را از دیدن آن منظره زود گذر برآشفته بود این بود که آن زن درست به خود او شباهت داشت، درست مثل اینکه تصویر خود را 20 سال زودتر دیده باشد. مادرش در بین سرفه‌های خود به او گفت: مادر بزرگ تو ملکه بود، وقتی داشت یک شاخه گل مریم میچید از عطر آن مرد. سالها بعد وقتی فرناندا متوجه شد که عیناً به تصویر مادر بزرگ خود شباهت پیدا کرده است، به آنچه در بچگی دیده بود مشکوک شد، ولی مادرش او را به خاطر ناباوری سرزنش کرد. به او گفت: ما بی نهایت ثروتمند و سرشناس هستیم، تو یک روز ملکه خواهی شد. او باور کرد، گرچه فقط برای صرف یک فنجان شکلات آبکی و یک دانه شیرینی دور میز بلندی با رومیزی کتانی و سرویس نقره می نشستند. فرناندا تا روز عروسیش همچنان در رؤیای تاج و تختی افسانه‌ای فرو رفته بود، هرچند که پدرش دون فرناندو مجبور شده بود برای تهیه جهیز او خانه را گرو بگذارد. رؤیای او نه از روی سادگی و نه به خاطر شهوت مقام، بلکه صرفاً بدین خاطر بود که او را آنطور بار آورده بودند. از وقتی که به یاد می‌آورد در لگن زرینی که علامت خانوادگیشان را داشت قضای حاجت کرده بود. در سن 12 سالگی برای اولین بار خانه را ترک گفت تا برای رفتن به صومعه‌ای که در چند قدمی خانشان واقع بود سوار کالسکه بشود. همکلاسی‌هایش از اینکه می‌دیدند او در یک صندلی پشتی بلند و جدا از سایرین می‌نشیند و حتی در زنگ‌های تفریح هم با دیگران اختلاط نمی‌کند، سخت تعجب کرده بودند. راهبه‌ها برایشان توضیح می‌دادند که او وضعش با دیگران فرق دارد و روزی ملکه خواهد شد. همکلاسی‌هایش از اینجا که او از تمام دخترانی که دیده بودند زیباتر، باوقارتر و مؤدب‌تر بود، این حرف را باور می‌کردند. پس از 8 سال تحصیل، هنگامی که فرا گرفته بود که به لاتین شعر بگوید و کلافسن بنوازد و با اشراف از شکار و با اسقف‌ها از مذهب و با فرماندهان خارجی درباره اوضاع سیاسی کشور و با پاپ درباره خداوند صحبت کند، به خانه والدین خود بازگشت تا برای مرده‌ها تاج گل بسازد. خانشان را مثل یک خانه دزد زده یافت. آنچه در خانه باقی مانده بود مشتی اساسیه ضروری بود با چند شمدان و سرویس نقره. اساسیه مورد استفاده روزانه یکی یکی به فروش رسیده بود تا خرج تحصیل او تأمین شود. مادرش به مرض تب نوبه مبتلا شده بود. پدرش دون فرناندو که کت و شلوار مشکی می پوشید و یقه آهاری می بست و زنجیری طلایی روی جلیقش دیده می شد، دوشنبه به دوشنبه برای خرج خانواده یک سکه نقره به او می داد و حلقه های گل سوگواری را که او در عرض هفته ساخته بود از خانه بیرون می برد. بیشتر وقت خود را در دفتر کارش می گذراند و دفعات نادری که از خانه بیرون می رفت پیش از ساعت 6 صبح بر می گشت تا فرناندا را به مراسم تسبیح همراهی کند. فرناندا هرگز با کسی دوست نشد و هرگز درباره جنگ هایی که خون کشور را می ریخت چیزی نشنید و به درس پیانوی خود در ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داد. امید ملکه شدن را نیز از دل بیرون کرده بود که صدای 2 ضربه محکم به در خانه شنیده شد. در خانه را به روی مردی نظامی خوش‌قیافه‌ای که رفتاری رسمی داشت گشود. بر گونه مرد جای یک زخم و بر سینه‌اش یک مدال طلا دیده می‌شد. مرد با پدرش در دفتر کار خلوت کرد. 2 ساعت بعد پدرش نزد او به اتاق خیاطی آمد و گفت: اساسیت را ببند، باید به یک سفر طولانی بروی. و همین بود که او را به ماکوندو بردند. در عرض یک روز زندگی سنگینی تمام حقایقی را که پدر و مادرش سالهای سال از او پنهان کرده بودند با یک سیلی بر او ظاهر کرد. وقتی به خانه برگشت بی اعتنا به التماس و سوالات دون فرناندو که سعی داشت جریحه آن شوخی باور نکردنی را التیام بخشد، در اتاق را به روی خود بست و به گریه پرداخت. قسم خورده بود تا پایان عمر پا از آن اتاق بیرون نگذارد، ولی آرلیانوی دوم به دنبالش آمد. سعادتی غیر مترقبه بود، چرا که فرناندا در آشوب و قهر و در خشم و شرم اصل و نسب خود را به او دروغ گفته بود. تنها نشانه‌ای که آرلیانوی دوم برای جستجوی او در دست داشت لهجه غلیظ اهالی شمال و ساختن حلقه های گل برای تشییع جنازه بود. بدون تلف کردن لحظه‌ای وقت به دنبال او گشته بود، با همان بی‌باکی و از خودگذشتگی که خود آرکادیو به اندیا در راه یافتن ماکوندو از کوهستان عبور کرده بود و با همان غرور کورکورانه‌ای که سرهنگ آرلیانو به اندیا جنگ‌های خود را آغاز کرده بود
با همان پافشاری و سرسختی دیوانه کننده‌ای که اورسولا ادامه نسل خود را تأیید می‌کرد، آورلیانوی دوم بدون لحظه‌ای توقف به دنبال فرناندا گشت. وقتی سوال کرد که تاج گل مردگان را کجا می‌فروشند، او را از خانه‌ای به خانه‌ای بردند تا بتواند بهترین حلقه گل را انتخاب کند. وقتی سراغ زیباترین زن جهان را گرفت، تمام زنها و دخترهای خود را به نزد او آوردند. در جاده‌های مهالود و در زمان‌های فراموش شده و در پیچاپیچ یأس و نومیدی خود را گم کرد. از صحرای زرد رنگی گذشت که فکر در آن منعکس می‌شد و نگرانی سراب‌های آینده نما تشکیل و نگرانی سراب‌های آینده نما تشکیل می‌داد. پس از گذراندن چند هفته بی‌ثمر به شهر ناشناسی رسید که تمام ناقوس‌های کلیساهایش با نوای مرگ به صدا درآمده بود. گرچه نه آنجا را دیده بود و نه کسی برایش توصیف کرده بود، به محض ورود آنجا را شناخت. دیوارهایی که از خرد استخوان ساخته شده بود و بالکن‌های چوبی ویران شده که از قارچ و کپک پوشیده بود. بالای در ورودی غم‌انگیزترین تابلوی دنیا که در اثر باران تقریباً محو شده بود به چشم می‌خورد. تاج گل برای تشییع جنازه به فروش می‌رسد. از آن لحظه تا صبح یخ‌زده‌ای که فرناندا خانه را به دست مادر روحانی سپرد، خواهران روحانی به سختی وقت پیدا کردند تا لباس‌های جهیزیه او را بدوزند و شمعدان‌ها و سرویس نقره و لگن طلا را با باقی مانده بی‌فایده و مهجور 200 ساله خانواده در 6 صندوق بریزند. دون فرناندو دعوت آنها را به همراهی رد کرد و قول داد که پس از تسبیح حساب‌هایش به نزد آنها برود. پس از آنکه برای دخترش دعا کرد، در دفتر کار را به روی خود بست تا برای دخترش روی کاغذهایی با طرح سوگوارانه علامت خانوادگی نامه بنویسد. این نامه ها اولین تماس انسانی بود که فرناندا و پدرش با هم پیدا کردند. برای فرناندا تولدی دیگر آغاز شده بود و تقریبا همزمان با این تولد برای اورلیانوی دوم دوران سعادت پایان یافته بود. فرناندا تقویم زیبایی داشت که درش با یک کلید کوچک طلایی قفل می‌شد. این تقویم مشاور اخلاقی او بود. روزهایی را که نمی‌بایستی با شوهرش نزدیکی کند، با جوهر بنفش علامت گذاری کرده بود. هفته مقدس، یک شنبه ها، تعطیلات رسمی، اولین جمعه هر ماه، روز شهادت قدیسین و روزهای عادت ماهانه. در نتیجه آنچه از یک سال برای او باقی می‌ماند فقط 42 روز بود که از میان خطوطی همانند تار عنکبوتی به نفش رنگ به چشم می‌خورد. اورلیانوی دوم به اعتقاد اینکه گذشت زمان تار و پود خصمانه را از هم خواهد درید، جشن عروسی را به تعویق انداخت. اورسولا که از دور انداختن آن همه بطری خالی کنیاک و شامپانی که خانه را پر کرده بودند خسته شده بود، وقتی متوجه شد که نوعروس و تازه داماد در زمانهای متفاوت به اتاقهای جداگانه می‌خوابند، همچنان که صدای آتشبازی و موسیقی ادامه می‌یافت و جانوران را قربانی می‌کردند، تجربه تلخ خود را به خاطر آورد و از خود پرسید که شاید فرناندا نیز تنکی به پا دارد که در جلو قفل می‌شود و دیر یا زود اسباب مسخره که در جلو قفل می‌شود و دیر یا زود اسباب مسخره شهر خواهد شد و عاقبت به فاجعه ای خواهد انجامید. ولی فرناندا به او اعتراف کرد که فقط منتظر است که 2 هفته اول بگذرد تا بتواند در کنار شوهرش بخوابد. در حقیقت با پایان زمان تعیین شده، مانند جانوری قربانی تسلیم و به اختیار در اتاق خواب را به روی شوهرش باز کرد و اورلیانوی دوم چشمش به زیباترین زن روی زمین افتاد. چشمان بسیار زیبایش به دیدگان وحشت زده جانوری میمانست و گیسوان بلند مسی رنگش روی نازبالش پخش شده بود. اورلیانوی دوم چنان در تماشای آن منظر غرق شده بود که برای لحظه ای متوجه نشد فرناندا پیراهن خواب سفیدی پوشیده که تا ساق پا می رسید و آستینهایش روی مچ دست بسته شده بود و در پایین شکم یک سوراخ بزرگ مدور دارد که دور تا دورش به دقت دوخته شده است. اورلیانوی دوم نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد. با قهقههی خنده‌ای که در سراسر خانه پیچید فریاد زد: این قبیح‌ترین چیزی است که در عمرم دیدم. نمی‌دانستم که با یک راهبه ازدواج کردم. یک ماه بعد وقتی نتوانست همسرش را به کندن آن پیراهن خواب راضی کند، عکس پتراکوتس را در لباس ملکه انداخت. بعداً وقتی فرناندا را به مراجعت به خانه راضی کرد، همسرش در هیجان آشتی کنان تسلیم شهوت او شد، ولی نتوانست آرامشی را که او وقتی به دنبالش به شهر 32 ناقوس رفته بود آرزو کرده بود به او باز دهد.
آرلیانوی دوم فقط نوعی حس تأسف عمیق در او یافت. یک شب اندک زمانی قبل از تولد اولین فرزندشان، فرناندا متوجه شد که شوهرش پنهانی با آغوش پتراکوتس برگشته است. آرلیانوی دوم تصدیق کرد و گفت درست است و به لحنی که تلخی از آن میبارید ادامه داد به خاطر پسنداختن طول سگها برگشتن پیشش. مدتی طول کشید تا توانست این قضیه مصلحت آمیز را به او حالی کند. عاقبت با مدارکی انکار ناپذیر او را قانع کرد. تنها قولی که فرناندا از او گرفت این بود که نگذارد مرگ در بستر معشوقه به سراغ او بیاید. و اینچنین بدون این که مزاحم هم بشوند سه نفری به زندگی ادامه دادند. آرلیانوی دوم با هر دو دوست و مهربان بود. پتراکوتس از این پیروزی بر خود میبالید و فرناندا وانمود میکرد که از حقیقت ماجرا بیخبر است. با این همه فرناندا نتوانست دل خانواده را به دست بیاورد. اورسولا بیهوده به او اصرار می‌ورزید که وقتی پس از عشق بازی از رخت خواب بیرون می‌آید آن پیراهن خواب پشمی را از تن درآورد تا باعث وراجی همسایه‌ها نشود. موفق نشد او را عادت دهد که به مستراح برود یا از یک لگن عادی استفاده کند و لگن خود را به سرهنگ آرلیانو بوئندیا بفروشد تا با آن ماهی‌های کوچک طلایی بسازد. آمارنتا از لحجه بد او و عادت این که همه چیز را با زبان زرگری بیان کند چنان به تنگ آمده بود که در حضور او به نوعی زبان زرگری که او بلد نبود حرف می زد. می گفت افین افز افون نفاس کف بفه کفون فشون می فی گفن بفا مفن نفا یفا بفو می فی دفی. یک روز فرناندا که از این استهزا سخت رنجیده بود می خواست بفهمد آمارانتا چه میگوید و آمارانتا به جای زرگری با زبان عادی جوابش را داد. گفت دارم میگویم تو از آن کسانی هستی که به کونشان میگویند با من نیا بو میدی. از آن پس دیگر هرگز با هم حرف نزدند و در مواردی هم که اوضاع ایجاب میکرد برای هم یادداشت میفرستادند. با وجود خصومت واضح خانواده فرناندا از پافشاری در تحمیل رسوم اجداد خود به آنها دست نکشید. عادت غذا خوردن در آشپزخانه و طبق اشتهای هر کس را منسوخ کرد. آنها را واداشت تا در ساعات معین سر یک میز بزرگ در نهارخوری روی رومیزی کتانی و زیر نور شمعدان‌های نقره با کارد و چنگال نقره غذا بخورند. حالت خفقان‌آور عملی که اورسولا آن را ساده‌ترین عمل زندگی روزانه می‌دانست، چنان محیط ناراحت کننده‌ای به وجود آورد که خود آرکادیوی ساکت و مطیع اولین کسی بود که نسبت به آن اعتراض کرد. ولی آن رسم مانند رسم تسبیح انداختن و دعا خواندن قبل از صرف شام برقرار شده بود و نظر همسایگان را جلب کرد. چندی نگذشت که شایع شد خانواده بوئندیا برخلاف مردم دیگر عمل غذا خوردن را مبدل به مراسم نماز با آواز کردند. حتی خرافات اورسولا نیز که پیش از آنچه بر سنت تکیه کرده باشد از الهامات آنی سرچشمه می‌گرفت، در مقابل خرافات فرناندا که آن را از والدین خود به ارث برده بود و بر حسب مقتضیات طبقه بندی کرده بود شکست خورد. تا وقتی اورسولا حکومت مطلق را در دست داشت هنوز بعضی از رسوم قدیمی در خانواده رواج داشت و زندگی خانواده تحت تأثیر او واقع می شد. ولی با از دست دادن قوه بینایی و رسیدن کهولت که او را خانه نشین کرده بود، دایره انضباطی که فرناندا از لحظه ورود آغاز کرده بود کاملا بسته شد و سرنوشت خانواده دیگر به کسی جز او بستگی نداشت. فروش شیرینی و آب نبات‌های حیوانات کوچولو که سانتا سوفیا دلاپیداد بنا به خواست اورسولا آن را ادامه می‌داد، به نظر فرناندا شایستگی خانواده آنها را نداشت و چندی نگذشت که آن را به کلی موقوف کرد. درهای خانه که از سحر تا شام موقع خواب چهار تاق باز بود، موقع خواب بعد از ظهر به بهانه اینکه حرارت آفتاب هوای اتاق خوابها را خراب می کند بسته شد و عاقبت برای همیشه بسته ماند. شاخه زیتون مقدس و قرص نانی که از زمان پیدایش مکندو به سردر خانه آویخته بودند جای خود را به شمایل قلب مقدس مسیح داد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا که به نحوی متوجه آن تغییر و تحول شده بود عاقبت خانواده را پیشگویی کرد و اعتراض کنان گفت داریم تبدیل به مردمان محترمی می شویم.
اگر همینطور پیش برویم عاقبت بار دیگر با حکومت محافظه‌کاران به جنگ خواهیم پرداخت، ولی این بار به خاطر این که به جایش سلطان داشته باشیم. فرناندا با زیرکی مواظب او بود که با او برخوردی نداشته باشد. در ته دل از استقلال اخلاقی او و استقامتش در برابر هر گونه انضباط اجتماعی ناراحت بود. از دست قوری‌های قهوه ساعت 5 صبح او و به هم ریختگی و شلوغی کارگاهش، از پتوی نخنمای او و عادت نشستنش به هنگام غروب جلوی در خانه دیوانه می‌شد، ولی می‌دانست که برای منظم ساختن خانه نباید پاپیچ او بشود، چون مطمئن بود که سرهنگ پیر گرچه با گذشت زمان و در اثر غم و نومیدی جانوری اهلی شده است، با این حال قادر است با انفجار قیام پیری پی خانه را از جا بکند. وقتی شوهرش تصمیم گرفت اسم جد خود را روی اولین فرزندشان بگذارد، او چون تازه یک سال می شد که به آنجا آمده بود جرأت مخالفت نکرد، ولی وقتی اولین دخترشان به دنیا آمد عقیده خود را صراحتاً بیان داشت و تصمیم گرفت اسم مادر خود رناتا را روی بچه بگذارد. اورسولا می دانست اورسولا می خواست اسم بچه رمدیوس باشد. سرانجام پس از مباحثه‌ای که آرلیانوی دوم با خنده و مسخرگی میانجیان شد، اسم بچه را رناتا رمدیوس گذاشتند، ولی فرناندا فقط او را رناتا صدا می زد و خانواده شوهر و بقیه اهالی شهر او را ممه مخفف رمدیوس صدا می زدند. اوایل فرناندا از خانواده خود صحبتی نمی کرد، ولی به مرور زمان صحبت از پدر خود را شروع کرد. سر میز از او به عنوان یک موجود خارق العاده یاد می کرد که از هر گونه مال و منال دنیوی چشم پوشیده بود و تبدیل به مرد مقدسی می شد. آرلیانوی دوم که از آن همه صفات نیک پدرزن خود به حیرت آمده بود، نتوانست از وسوسه مسخره کردن زنش در غیاب او خودداری کند. بقیه خانواده هم از او پیروی کردند. حتی اورسولا که تمام سعی خود را به کار می برد تا هماهنگی خانوادگی را حفظ کند و در خفا از آن به همخوردگی فامیلی رنج می برد، یک بار به خود اجازه داد تا بگوید که آینده پاپ بودن نبیره کوچکش تضمین شده است، زیرا نوه یک مرد مقدس و پسر ملکه و سارق حیوانات است. با وجود کنایه‌های نهفته در آن لبخندها، بچه‌ها عادت کردند که پدر بزرگ خود را موجودی افسانه‌ای بدانند که در نامه‌هایش برای آنها اشعار مذهبی می‌نویسد و هر کریسمس برایشان یک صندوق هدیه می‌فرستد که از در خانه به سختی داخل می‌شود. در حقیقت آن هدایا باقی مانده ثروت هنگفت اجدادی او بود. در اتاق خواب بچه‌ها با آن هدایا نمازخانه‌ای ساختند و آن را با مجسمه‌های قدیسان که به اندازه طبیعی بود و چشمان شیشه‌ای به آنها حالتی بشری می‌داد و جامه‌های فاخر دست دوزی شده‌شان از لباس تمام اهالی ماکوندوزی و زیباتر بود زینت دادند. جلال و شکوه سوگوارانه آن قصر سرد و قدیمی رفته رفته به خانه پرنور خانواده بواندیا منتقل شد. یک بار آرلیانوی دوم گفت: حالا که تمام مقبره خانوادگی را برای من فرستادند، فقط چند سنگ قبر و درخت بید مجنون کم داریم. گرچه در آن جعبه های بزرگ هرگز چیزی وارد نمی شد که بچه ها بتوانند با آن بازی کنند، با این حال تمام سال را به انتظار ماه دسامبر می گذراندند. چون هدایای قیمتی و پیشبینی نشده، به هر حال شور و شعف تازهی در خانه می آفرید. در دهمین کریسمس، هنگامی که خوزه آرکادیوی کوچولو داشت آماده می شد تا برای تحصیل به مدرسه طلاب برود، جعبه بزرگ هدایای پدر بزرگ زودتر از موعد همیشگی وارد شد. جعبه به دقت میخکوبی و بر ضد رطوبت قیراندود شده بود و با دست خط همیشگی به نشانی سرکار الیه بانو فرناندا کارپیو به اوندیا فرستاده شده بود. در همان حال که فرناندا در اتاق خواب نامه را می‌خواند، بچه‌ها با عجله به باز کردن در جعبه مشغول شدند. مطابق معمول با کمک آرلیانوی دوم لاک قیر را خرد کردند و در میخ شده جعبه را شکستند و پس از آن که خاک اره را بیرون ریختند، در داخل جعبه صندوقی سربی و دراز یافتند که درش با قفل‌های مسی بسته شده بود. همانطور که بچه‌ها با بی‌صبری به انتظار ایستاده بودند، آرلیانوی دوم هشت قفل را باز کرد
و در صندوق سربی را گشود. سپس فریادی کشید و بچه ها را از آنجا کنار زد. دون فرناندو کت و شلوار مشکی پوشیده بود و داخل صندوق دراز کشیده بود. روی سینه‌اش صلیبی به چشم می‌خورد و گوشت بدنش که از شدت زخم گندیده بود در آتشی ملایم و مایعی پرکف که حباب‌هایش چون مروارید بود می‌پخت. چندی از تولد دختر بچه نگذشته بود که از طرف دولت دستوری غیرمنتظره صادر شد که برای تجلیل از معاهده نئرلاندیا سال روز تولد سرهنگ آرلیانو با اندیا را جشن بگیرد.